کتاب زندگی نزیستت را زندگی کن، اثر رابرت الکس جانسون. همه ما در شرایط معینی به دنیا می آییم. برای ما نامی تعیین می کنند و کم کم زندگی برای خود می سازیم. ما در اوایل زندگی از نیروهای جمعی اطرافمان جهت می گیریم. این وضعیت حاکی از عدم آزادی است. بنابراین بسیاری از تصمیماتی که برای ما گرفته می شود از سوی خانواده، جامعه و سنت اتخاذ می شود. رابطه ما با والدینمان رابطه ای اصلی و اساسی است که نوع روابط بعدی من را تعیین می کند. البته فرهنگی که واردش می شویم نیز در این که ما به چه کسی تبدیل شویم و آنچه را که به جهان زیرین یا زندگی نزیسته پرتاب می کنیم نقش تعیین کننده دارد. خصوصیات حمایت یا سرکوب شده در مورد هر کسی متفاوت است. دختر بچه قشنگ در مدرسه مورد توجه خاص قرار می گیرد و فرصت بیشتری به او داده می شود، در حالی که خصوصیات دیگرش نهفته می ماند. پسر قوی و چابکی که ورزشکار می شود ممکن است مزایای اجتماعی کسب کند، اما استعدادهای دیگرش نهفته بماند. دختر سالم و چاق در کلاس پر از شاگردان لاغر از بقیه متمایز می شود و حتی ممکن است موضوع شوخی ها و گفته هایی شود که کمرویی و انزجارش را تشدید کند. بچه‌ای که با نابهنجاری جسمی به دنیا آمده، پسر بچه حساس، نوجوان پر از جوش غرور جوانی، اقلیت نژادی ساکن محله نژاد پرستان، بچه تیزهوش عاشق مطالعه، همه این افراد با چالش‌هایی مواجهند که فقط برخی از جوانب شخصیتشان را مشخص می‌کند. ظاهراً ما طرز واکنشمان به دیگران میزان سازگاری بین خصوصیات ذاتی و خصوصیات والدین و معلمان، جنسیت و طبقه اجتماعیمان، همه و همه تأثیر عظیمی بر آنچه در زندگی زیسته ما جا می گیرد و آنچه به زیست زندگی نزیسته ما رانده می شود دارد. هر فرهنگی تک بعدی بودن را در اعضایش القا می کند. یونانیان باستان که فرهنگشان اغلب تاج تمدن غرب نامیده می شود، کسانی را که به زبان آنها حرف نمی زدند بربر می نامیدند، زیرا اصفاتی که آنها از خودشان در می آوردند صداهایی ناموزون به گوش یونانیان بود که مثل بربر بی‌معنی بود. یکی از کارکردهای فرهنگ این است که تعیین کند به چه چیزی توجه کنیم و چه چیزی را نادیده بگیریم. به این ترتیب ما یاد می گیریم که بعضی چیزها را بپذیریم و بقیه را رد کنیم. هوش بنابر معیارهای جامعه امروزی یعنی یادگیری و بذل توجه به چیزهای درست و این گونه راهمان را در زندگی هموار می کنیم. کودک خصوصیاتی را که فرهنگ دوست دارد درست می شمرد یا خوب می داند، می پذیرد و در شخصیت آگاهش ادغام می کند و بقیه چیزها به زندگی نزیسته پرتاب می شود. اینها اغلب کاملا دل بخواهی است. مثلا آداب نزاکت را در نظر بگیرید. اگر من سر میز شام آروغ بزنم، در فرهنگ غرب بی نزاکتی محسوب می شود. آروغ زدن هرچند طبیعی است، از نظر اجتماعی بی نزاکتی محسوب می شود و به سمت چپ الاکلنگ شخصیت رانده می شود. اما در بسیاری از نقاط آسیا، اگر پس از صرف غذا آروغ نزنید، نشانه این است که از غذا خوشتان نیامده است. بسیاری از آداب و رسوم انسان‌ها شبیه این هستند. در نقطه‌ای از کره زمین پوشاندن سرتان نشانی آبروست و در نقطه دیگر نپوشاندن سرتان نشانی آبروست. در نقطه‌ای از زمین ورود به معبد یا مکانی مقدس بدون کفش ممنوع است. اگر سعی کنید بدون کفش وارد کلیسای سن پیتر روم شوید، بیرونتان می‌اندازند.
اما در هیچ یک از دهکده‌های هندوستان جرأت نمی‌کنید با کفش وارد معبد هندوها شوید. افتخار جامعه غربی در تخصصی کردن چیزهاست و تأکید خاصی روی رشد قابلیت‌های فکری گذاشته می‌شود. ما می‌پرسیم در چه رشته‌ای مدرک گرفته‌ای؟ تخصص کسب کردن در هر زمینه‌ای به معنی گردآوری انرژی و دانش و افزودن آن به قوای شخصیت است. انسان انرژی دانش و مهارت را از قوه‌ای می‌رباید تا در جنبه دیگری که انتخاب کرده تخصصی پیدا کند یا به احتمال قوی در جنبه‌ای که برای شما انتخاب شده. ما در فرهنگ غرب برای فکر کردن تربیت می‌شویم، برای فکر کردن دستمزد می‌گیریم و برای قابلیت فکر کردنمان ارج نهاده می‌شویم. در حال حاضر در سلسله مراتب مهارت‌های انسان فکر کردن در رأس قرار دارد، در حالی که به احساس کردن و هوش عاطفی و احساسی اهمیت کمتری داده می‌شود. اما در فرهنگ‌های دیگری چون فرهنگ هند روی خصوصیات احساسی تأکید بیشتر گذاشته می‌شود. ما دوست داریم فکر کنیم که چیزهای ذاتی در وجودمان هست که درستند، اما در بیشتر موارد این نتیجه چیزی است که آدم‌های مهم زندگیمان تصمیم گرفتند که چه چیزی برای ما درست است و ما باید چه کاری انجام دهیم. اما هیچ وقت کسی که ما را تربیت کرده نخواهیم بخشید. تربیت را کنار بگذارید. تأثیر نیاکان. طرز تولد کاستور و پولوکس کلید درک سرنوشت آنهاست. در افسانه این دو برادر آمده که زئوس خدای خدایان مثل همیشه دنبال دختری زیبا میگشت. او خدا و قدر قدرت بود و توانست به زن زیبایی به نام لدا دست یابد. لدا نامی یونانی نیست، بلکه در آسیای صغیر به معنای زن است. بنابراین می توانیم بگوییم که زن از وحدت با همسر و جفت الهیش صاحب یک جفت فرزند دوقلو شد. یکی دختر و دیگری پسر. او در ازدواج قبلیش از شوهر زمینی خود یعنی تیداندار اوس شاه اسپارت نیز صاحب یک جفت فرزند دوقلوی دیگر شده بود که باز یکی دختر و دیگری پسر بود. بچه های لدا در زمان مقرر به صورت دو جفت به دنیا آمدند. بنابراین یک جفت بچه های لدا، آنها که یکی پسر و دیگری دختر بود، پدری خدا و مادری فانی داشتند، در حالی که پدر و مادر دو بچه دیگر هر دو فانی بودند. بچه های فناناپذیر که پدرشان زئوس بود نام پالوکس و هلن را گرفتند و دو قلوهای فانی با عنوان کاستور و کلیته منتس را نامگذاری شدند. به این ترتیب بچه های لدا بین زمین و آسمان تقسیم شدند. ماجرای مشابهی هرچند با برخی تفاوت‌ها را می‌توان در داستان‌های دو زن پیدا کرد. داستان ما روی جفت مذکر یعنی کاستور و پولوکس متمرکز است. ما می‌توانیم ببینیم که مسائل اصلی که کاستور و پولوکس با آن مواجه بودند پیش از تولد آنها به وجود آمده بود. یکی از پسرها باید از قواعد فرهنگی و عملی زمین تبعیت می‌کرد، در حالی که دیگری باید به آرمان‌ها و قوانین قلمرو آسمانی پایبند می‌ماند. بیگمان علت این امر این است که مادر فانی آنها لدا نیز دوپاره شده بود. زندگی او بین فرزندان زئوس و تیندار اوس تقسیم شده بود. بنابراین خود او حامل بذرهای دوگانگی و تقسیم بود.